سلام امیدوارم حالا همگیتون خوب باشه این جلسه میخوام کاری بکنم که نه تنها ترس شما از نوت اپ بین بره بلکه عاشق نوازندگی از روی نوت بشید حالا چجوری؟ تا آخر ویدیو همراه من باش تا بفهمی اگه چنل تا الان سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن قرار کلی آموزش تو باب موسیقی و نوازندگی با هم داشته باشیم از زنگوله رو هم فشار بده تا هر موقع محتوای آموزشی گذاشتم نوتیف اون رو دریافت کنیم در اگه ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن این ویدیو علاقتون رو به بنده اعلام کنید این خیلی به من کمک میکنه باعث میشه که سلیقه شما رو توی محتوای آموزشی بدونم و محتوای بعدی رو در مسیر علاقه شما بذارم تو بحث نوازندگی رو روی نو شما باید چند تا چیز رو بلد باشید اول از همه شناخت نوت ها حالا چه نوت های روی خطوط عامه و چه نوت های مربوط به اون سازی که شما دارید یاد میگیرید که من نوت های روی خطوط حامل و نوت های مربوط به ساز تنبک و البته نوت های اولیش رو به شما آموزش دادم بحث دوم اینه که شما دیرند نوت ها رو بلد باشید دیرند یا کشش نوت ها که اونم خب من توی ویدیو قبلی بهتون آموزش دادم لینکش هم بالا میذارم میتونید برید نگاه کنید بس اصلی برای نوازندگی روی نوت بعد از یادگیری نوت ها شناخت دیرند و کشش نوت است. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی من دارم یک نوت رو اجرا می کنم چقدر اون نوتو بیام کش بدم طول بدم و کی باید برم سر نوت بعدی این بر به همون بحث دیرند نوت ها که خب گفتم آموزشش قبلا دادم و بحث اصلی ما همون ریتم در موسیقیه که اونم من آموزشش رو به شما دادم اینکه مثلا بدونیم آقا ریتم من دوچاره دو تا نوت سیا در هر میزانه پس من باید شمارشم بر اساس این دو تا نوت سیا در هر میزان باشه این دو تا بحث رو باید حتما بلد باشید و مورد سوم که این جلسه رو میخوام به اون مورد اختصاص بدم شمارش نوت هاست که اینم باز خیلی مربوط میشه به بحث دیرند نوت ها. اول از همه میریم سراغ شمارش ریتم دو چار. خب دو همونطور که گفتم یعنی دو تا نوت سیاه در هر میزانه از طرف نوت سیاه برابر با چند زر بود؟ یک ضرب پس اگه من بخوام یه شمارش ساده ریتم دو چار داشته باشم میشه به چه صورت؟ یک دو یک دو این در صورتیه که توی هر میزان من دو تا نوت سیاه باشه اما صد درصد من نوتی که میخوام اجرا بکنم فقط نوت سیاه نداره خب ترکیبی از نوت هاست. حالا میخوایم بریم ببینیم به چه صورت شمارش بقیه نوت ها. حالا فرض کنین نوت چنگم داخل نوت همون داریم داخل همون ریتم دو چا خب نوت چنگ نصف ضربه نوت سیاه هم یک ضرب پس هر نوت سیاه برابر است با دو تا نوت چنگ و هر نوت چنگ نصف نوت سیاهه یعنی هر موقع من نوت چنگ داشتم بیان شمارش همون نصف بکنم چرا؟ چون که هر نوت چنگ گفتم نصف نوت سیاه مثلا به جای این که دو تا نوت سیاه بذاره من اینجا میام میذارم چهار تا نوت چنگ نوت سیاه اول دو تا نوت چنگ گرفت نوت سیاه بعدی دو تا نوت چنگ دیگه یعنی شمارش بشه یک و دو و شمارش یک هم اومدن نس کردن یک و دو و توی همون دو زر دارم اجرا میکنم ولی چون نوت چنگ دارم برای اینکه بتونم درست اجرا بکنم شمارش همون نس میکنم رفت یه دونه گفتم برگشت یه دونه یک و دو و یک و دو و حالا میتونه ترکیبی از ها نوت‌های سیاه و چنگ باشه یعنی هم من نوت سیاه داشته باشم و هم نوت چنگ که هر وقت نوت سیاه بود من میام یه شماره اجرا میکنم چون که خب یه دو نوت سیاه و یک ضربه و هر موقع نوت چنگ بود شمارش رو نصف میکنم چون که نصف ضربه یا نصف نوت سیاه مثلا اینجا یه دو نوت سیا دو تا نوت چنگ دارم میشه شمارش به چه صورت یک دو و یک دو و اما من پیشنهادم برای شمارش به چه صورته شما بیایید ریسترین نوتی که داخل مجموع نوتتون وجود داره رو بیایید شمارش رو بر اساس اون نوت انجام بدید یعنی مثلا نیا کنید الان من اینجا ریسترین نوت هم نوت چنگه پس مبنای شمارش هم بر اساس نوت چنگ بشه یعنی همه رو بشمرم یک و دو و یک و دو و حالا مثلا چون نوت سیاه من برابر است با دو تا نوت چنگ بهش دو تا شماره میدم دو تا شماره یعنی همون یک و خب حالا نوت های بعدی من نوت چنگه دو و هر کدومش یه دونه چون که خود نوت چنگه پس هر موقع که شما خواستی شمارش انجام بدید شمارشتون رو به اساس ریسای نوتی که وجود داره انجام بدید چرا؟ حالا یه مثال میزنم براتون فکر کنید اولی نوت چنگ باشه وسطش نوت سیاه و بعدی باز هم نوت چنگ الان اینو چجوری میخواید انجام بدید وقتی که بخواید مثلا هر موقع نوتو سیاه بود یک ضرب بشماری و هر موقع نوتو چنگ بود نصف ضرب نمیشه اینجوری انجام داد بخاطر خاطر همین میگم همیشه مبنای شمارشتون بر اساس همون ریسای نوتی باشه که وجود داره الان مثلا من همه رو اگه بخوام بشمرم یک و دو و خب اولی که نوت چنگه یه دونه شماره میگیره چون بر اساس نوت چنگ دارم میشمارم یک بعدی نوت سیاهه خب نوت سیا دو تا نوت چنگ پس دو تا شماره بهش میدم و دو آخری هم نوت چنگه یه دونه شماره میگیره و پس شد یک و دو و یک و دو و اولی که یه دونه شماره گرفت چون که نوت چنگ بود و مبنای شمارش من هم نوت چنگه به قطعه همی بهش یه دونه شماره دادم بعدی دو تا شماره دادم چون که نوت سیاه و هر نوت سیاه برابر است با دو تا نوت چنگ پس شد و دو و بعدی هم فقط گفتم و چرا چونکه که نوت چنگه و مبنای شمارش منم نوت چنگه حالا میخوام نوت دولا چنگم به نوت همون اضافه بکنم نوت دولا چنگ چند ضرب بود؟ یک چهارم ضرب یعنی چی یک چهارم ضرب؟ یعنی اینکه من توی یک ضرب بیام چهار تا نوت دولا چنگ اجرا بکنم که میشه یک دو سه چهار یک دو سه چهار یا یک و او دو او و دو و و از طرفی نوت دلار چنگ نصف نوت, نوت چنگ و نوت چنگم که گفتیم نصف نوت سیا یا از این و بخوام مرور بکنم نوت سیا دو تا نوت چنگ و نوت چنگ دو تا نوت دلار چنگ در نمودار درختی رو براتون مرور میکنم خب پس حالا هر نوت سیا برابر است با چهار تا نوت دلار چنگ حالا شمارش من به چه صورت میشه وقتی که نوت دلار چنگ وجود داره خب چون که مثلا نوت دولاچنگ چنگ ریسترین نوت ماست من میام ممنوع شمارش به اساس نوت دولاچنگ چنگ قرار میدم گفتم نوت دولاچنگ یک چهار روم نوت سیاهه یا هر نوت سیاه چهار تا نوت دولاچنگ. جفت شکیه خب من میام یه دونه شمارشم و چهار قسمت میکنم یک دو سه چار دو دو سه چار. اون یک دوی که داشتیم نوت سیاه یک دو حالا با نوت دولاچنگ میشه یک دو سه چار دو دو سه چار. الان مثلا هر نوت سیاه و اومدن چهار تا نوت دولا چنگ کردن حالا وقتی که بخوایم به اساس کوچکترین نوت که داخل مجموع نوت ما وجود داره بشموریم چون که نوت دولا چنگ من ریسترین نوته یا همه شماره چه رو به اساس نوت دولا چنگ انجام میدم یعنی همه رو بگم یک دو سه چار دو دو سه چار یا بگم یک و و و دو و و مثلا اینجا رو نگاه بکنید میخوام دو تا نوت چنگ و چهار تا نوت دلار رو بشمارم خب من الان میخوام بر اساس نوت دولا چنگ بشمارم چون که ریسترین نوت منه و از طرفی هر نوت چنگ چند تا نوت دولا چنگه؟ دو تا نوت دولا چنگ پس به خاطر همین به هر نوت چنگ دو تا شماره میدم پس هم میگم یک دو نوت بعدیش هم میگم سه چا یک دو سه چا خب یا یک و و او. فرق نمیکنه شمارش مهم اون تعدادی که میخوای به اون نوت نسبت بدیم و هر نوت دلار چنگم که یه دونه شماره چون داریم به اساس نوت دلار چنگ و نوت دولا چنگ با نوت دلار چنگ برابر دیگه چیزی برای گفتن نیست که بخوام بگم یعنی اگه بخوام این بخش رو بشمارم دو تا نوت چنگ و چهار تا نوت دلار چنگ میشه یک و او دو او و او یک و او دو او و او خب برای جمع بندی شمارش ریتم دو چار من اینجا ترکیب از نوت‌های سیاه چنگ و دولا چنگ و براتون رو براتون آوردم و میخوایم اینا رو با هم بشمریم کوچیک نوت من اینجا چیه نوت دولا چنگ پس اساس و مبنای شمارش من به اساس نوت دولا چنگ باشه یعنی چی بیام یه شمارش اما به چهار تا قسمت تقسیم بکنم که همون یک و و او دو او و او تا اینجا یه ای کار شمارش معلوم شد حالا ببینیم هر نوت چند تا شماره میگیره خب نوت سیاه چند تا شما... چند تا نوت دولا چنگه چهار تا نوت دلار چنگ پس به همین بهش چهار تا شماره میدم چون اساس من مبنای شماره شه من به اساس نوت دو لاچن بود دیگه یک و و او این نوت سیاه من شماره شش رفت کنم مینوس آقا نوت چنگ نوت چنگ چند تا نوت دلار لاچنگه دو تا پس به همین بهش دو تا شماره میدم دو او خب دو او دو تا نوت دلار چنگ بعدی خب هر نوت دلار چنگ یه دونه شماره میگه، میگیره چون که دارن به اساس نوت دلار چنگ میشمارن. و او یعنی اگه بخوام اینو بشمارن یا اجرا بکنن چجوری میشه یک و او دو او و او یک و او دو او و او یک و او دو او و او حالا برین سراغ شمارش ریتم 6 و هشت. خب تا اینجای کار شما فرم کلی دستتون اومده که باید برای شمارش نوت ها چیکار بکنید اما من برای مثال و مرور ریتم 6 هم بهتون توضیح میدم خب ریتم 6 و 8 یعنی چی؟ 6 تا نوت چنگ در هر میزان پس من اگه بخوام ساده ترین شماره شر ریتم 6 و 8 داشته باشم میشه به چه صورت؟ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 این ساده ترین شماره شیه که من ریتم 6 و 8 دارم حالا وقتی که به نوت دولا چنگ رسیدیم باید چکار بکنیم؟ خب از اونجایی که نوت دولا چنگ نصف نوت چنگه من هر موقع به نوت دولا چنگ رسیدم شمارش هم نصف میکنم مثلا اینجا رو نگاه کنید شماره 6 هم اومدم دو تا نوت دلار چنگ گذاشتم یعنی شماره هم شم میشه چی؟ یک دو سه چار پن شیش و. چون که نوت دلار چنگ نصف نوت چنگ بود من اومدم شماره شم رو نصف کردم یعنی در واقع من اومدم بر اساس نوت چنگ شماردم و چون نوت دلار چنگ نصف نوت چنگ بود من شماره شم رو نصف کردم حالا اگه بخوایم به اساس کوچیکترین نوت بشموریم من میام همه نوت رو نصف میکنم چرا؟ چون نوت دلار چند نصف نوت چنگه و همه شماره شم هم نصف میشه یعنی میشه یک اه, یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و این مثالی که الان میخوام بزنم و دقت بکنید یه دونه نوت دولا چنگ چنگ دولا چنگ چنگ خب اینو دیگه مثل دفعه قبل نمیشه شمورد خب من میام به اساس کوچیکترین نوت میشمرم همون یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و خب نوت اول دولا چنگه یه دونه شماره میگیره یک بعدی چنگ دو تا شماره میگیره میشه و دو بعدی دولا چنگ یه دونه شماره میگیره و و بعدی چنگه دو تا شماره میگیره سه و سه تا هم که خب سه تا نوت چنگه چهار پنج شیش خب یا چهار و پنج و شیش و چون داریم به اساس کوچکترین نوت میشمریم پس اولی یه دونه بعدی چون نوت چنگ و هر نوت چنگ برابر است با دو تا نوت دلار چنگ دو تا بعدی باز یه دونه و بعدی دوتا برای اینکه خیالم راحت بشه شما کاملا این بخش و این مبحث رو یاد گرفتید من یک نمونه نوت داخل دیسکریپشن فایلش رو میذارم لینک دانلودش رو شما برید اونو دانلود کنید و برای من شماره گذاری کنید اون شماره گذاری که درست باشه من میخوام داخل پست هام قرار بدم امیدوارم با توضیحاتی که تو این جلسه بهتون دادم دیگه ترسی از نوت و نوازندگی روی نوت نداشته باشید اگر این جلسه رو دوست داشتید و براتون مفید بود ممنون میشن لایک کنید و کار بنده حمایت کنید و در صورتی که نظر انتقاد و یا هر چیز دیگری هست حتما داخل کامنت ها بیان کنید من سعی میکنم به همه کامنت ها جواب بدم خسته نباشید